سلام، من امروز اومدم سد کارون 4 تا از این سد و دریاچه اطراف اون بازدید کنیم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. این پلی که تو تصویر میبینید ماشین از روش رد میشه. من توی ویدیو دیدم از بالای این پل بانجی جامپینگ انجام دادم. تونل که میگه بیرون، البته تونل های زیادی هست کناره دریاچه سد کارون شد، یه جور همین پلی که تو ویدیو دیدید. اوه اوه، از اینجا هم پله داره میاد. عمق اینجا خدا میدونه چقدر، خیلی زیاد. من فکر میکنم اونجایی که آب حالت آینه ای و صاف پیدا میکنه عمقش خیلی زیاده. من نمیدونم تصورم درسته یا نه. من اینجا دیگه از سد دور شدم، دیگه کم کم دریاچه کوچیک و کم عمق میشه، تبدیل به رود میشه. این هم که رود کارونه اگه درست بگم. این جاده هم دیگه میره به سمت شهرکرد. اینجا دیگه من از سد کامل دور شدم، دیگه آبو نمیبینیم، دریاچه دیگه نمیبینیم. از اینجا دیگه میخوام مجددا برگردم به سمت سد کارون، یه جایی که نرفتم برم. یه تابلو بود کنار جاده، تابلو نوشته بود منطقه قایقرانی. حالا من از این صاحب این قایقا سوال کردم، میگن مسافرها رو میبرن اون بره سد، اون بره دریاچه، دشت هلن هم
که کمپ میزنن معروفه دشت هلن، اون ور دریاچه است. میرن اونجا چادر میزنن، کمپ میزنن، میمونن، ماهیگیری میکنن و برمیگردن. حالا امروز هم 22 اردیبهشت 1401 که الان دیگه یکم دیره برای توی منطقه کمپ زدن چون که هوا گرم شد. ولی بازم خوبه، بد نیست، الان هوا خونه. الان یه خانواده اومدن میخوام با این قایق برم میگرم. دو تا آخان و سه تا خانم. دلم میخواست با قایقا میتونستم برم اون بر دشت هلنم به شما نشون بدم، ولی الان شرایط یه جوریه نمیتونم. الان هم آخه دیگه دیره اونجا، الان اصلا دورم پیداست، دیگه زمین سرسبز نیست. الان از دور یه قایق رو میبینید. چیزایی هم که میبینید آب شناوره، اینا محل پرورش ماهیه. اول هر تونلی یه تابلو نصب شده که مشخصات تونل و داخلش زده. این دور تاج سد کارون چهار معلومه. تو تصویر اون روبرو خود تاج سد رو میبینید. این هم دریاچه پشت سد کارون چهار. اینجا یه منطقه کوهستانی. اینطور که خوندم این سد بزرگترین سد بتونی دو قوسی ایرانه. اینجا نزدیکترین جاییه که میشه تاج سد کارون چهار رو از کنار خیابون دید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید. از حمایتتون خیلی ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.